伊朗总统莱西14号出发前往乌兹别克斯坦，出席在萨马尔罕举行的上海合作组织成员国元首理事会第22次会议，并跟与会的中国国家主席习近平举行双边会晤。一中有协主席、前副外长布鲁杰尔迪在接受凤凰卫视的独家专访时就表示，伊朗认为这一次中伊领导人会面将会对两国关系产生重要影响。布鲁吉尔迪认为，这次上合组织峰会和中伊领导人会面将是中伊关系的新高峰，对切实落实中伊25年全面战略合作协议有非常重要的推动作用。布鲁吉尔迪说，莱西政府对中国非常重视，无论核协议是否达成，伊朗向东看的政策不会改变。من فکر می‌کنم بسیار مهمه. فکر کنم ایشون هم با جناب آقای شی جین پینگ در واقع دیدار دارن، با جناب پوتین دیدار دارن. هم اجلاس مهمه، هم دیدارها مهمه. به خصوص در این مقطعی که مقطع بسیار حساسی است هم برای چین، هم برای روسیه، این ملاقات از ابعاد مختلف حائز اهمیت. بنابراین امروز که اراده جناب دکتر رئیسی و دولت ایشون و بالاتر از اون نظر مقام معظم رهبری و مجموعه حاکمیت یه کار جدی با چینه، این دیگه آره توپ تو زمین چینه که یه در واقع همکاری ها رو گسترش بیشتری بده. 布鲁吉尔迪还认为，西方反对中伊关系的发展，通过媒体在伊朗恶意宣传。解决这个问题，需要两国政府切实合作。می دونن اگه این دو ظرفیت عظیم در کنار هم قرار بگیره، آمریکا تضعیف میشه دیگه، طبیعیه دیگه. به خاطر همین میان اخباری رو درست میکنن از طریق فضای مجازی به خورد افکار عمومی میدن و مردم نگرانن. 布鲁吉尔迪还对两国关系提出了新的展望。دوم این که به لحاظ این که اون نکته که اشاره کردید که افکار عمومی رو ملتهب میکنن، منفی میکنن، برداشتن گامای عملی مثل اجرای پروژه سری و سیر خط آهن خیلی میتونه کمک بکنه به تغییر فضا. سوم این که با توجه به این که ما امروز شاهد در واقع در اختیار گرفتن فناوری های نوین دنیا توسط چین هستیم.凤凰卫视李月正、凯木森、德赫兰报道。